هیچ کدوم، هیچ کدوم. یه دونه، ببین یه دونه ما نداریم متفکر بیرون، حتی یه دونه نداریم. اینهایی که میگن کاسبن، دروغن، شارلاتانن. چرا؟ چون نخستینگی یعنی اولویت رو، یعنی شماره یک رو گذاشتن کنار، یا نمیدانند، یا میترسند، یا سفارش شده، یا هرچی گذاشتن جای دیگه. اون وقت اولویت دوم، اولویت دوم چی میشه؟ باعث مرگ بیمار میشه. یعنی بیمار اکنون نیاز داره تنفس، ما بهش خون بدیم. بیمار اکنون نیاز هست قلبش برای نمونه عمل بشه، ما میپردازیم برای نمونه به بخش دیگر. این کلک یا خیانت یا حقی یک پزشک میتونه باشه که اولویت یک رو بذاره کنار، اولویت دو رو. همه بگن آه چه پزشک خوبی، یا خیلی هم بیشتر تلاش کرد، بسیار کوشش کرد، ولی خب دیگه بیمار پاسو نخیر نخیر، چون شما تخصص ندارید از پزشکی، میگید آه پزشک خوبی بود. نخیر، اونگاه یک پروفسور بی‌طرف بیرون کشور بیاد از آمریکا یا اروپا، میگه نه این پزشکه، این پروفسور پزشک خیانت کرد، اولویت یک باید این کاری میکرد. اینجا از که انجمن مفنا ما میگیم متفکر بیرون، چه جهانبگلو باشه، داریش آشوری باشه، دکتر صدیق یزدی باشه، آرامش دوستدار باشه، دباغ باشه، غیرو باشه، دارن به شما خیانت میکنن. این شارلاتان هن. شارلاتان بسیار اطلاعات دارن، سیدی بیشتر اطلاعات از اینا داره. که تبلیغ من هزاران برابر آقای دکتر رامین جهانبگلو، نمیدونم آرامش دوستدار، آگاهی اطلاعات داره این تبلیغ. ولی میتونه یه کاری بومیگرایی بکنه، نظریه بده برای ایران؟ نه، اندیشمند ایرانی این کار کرد. حالا دیگه این دوزاری مازیاری های دیگه بذاری کنار، من نمیدونم فلسفه دانم، فوق لیسانس فلانم، دانشجوی دکترا هستم، نمیدونم اونجا اینجا فلان، اینا دیگه کاسه پاسبای دروی درجه 3 4 5 هم. من حالا اون 4 5 تای شماره یکشو گفتم. جرأت دارن مردن، یکی از اینا داریش آشوریه، دکتر رامی جهانبگلویه، آرامش دوستانه، صدیق یزدیه، اون دباغه. اگه جرأت دارن، سواد دارن، بیان با یکی از بچهای انجمن مفنا یا خود من اصلا مناظره، فقط بریم تو فلسفه، نه سیاست، نه اخلاق، نه چی، فلسفه و منطق، ریاضی. یه طرفه حالا 1200 تا گوسفنده اون پایین هستن تو کلاب هاست، آه استاد دباغ اینجا چی میشه، اه استاد ویرا اینجا چی میشه، نمیدونم و آه نمیدونم میرا خانم چی میشه، چی یه مشت کسانی بله بله گوی گوسفند برای این گوسفند ارشدها بله بله میگن. عملکردشون تو انتخابات ببینید دیگه، تو همین انتخابات. من همینجا به پایان میبرم، به همینجا، به همه، واژه همه رو دارم میگم، به آلمانی آله برم. در این روز شما که در بیرون هستی، به ویژه کنش داشتی از سروش دباخ، پس همه دیگه، من واژه همه رو به کار بردم، ممکنه درباره انتخابات شما موضع داشتی، تحریم گفتی، تحریم، تحریم که کرد احمدی نژاد. ما پیش از انتخابات، ما پیش از اون گفتیم که برای روسیه است، دیدی دیگه، ما این بقیب نداشتیم. من در کتاب خودم، در نظریه خودم گفتم، گفتم برای روسیه است، برای هستی سخت نظامه، برای روسوفیله، دیدی که احمدی نژاد. من پیش از اون گفتم، نه غیب گفتم، برای تو کتابم نوشتم، گفتم که تحریم انتخابات برای روسوفیل هاست، برای هستی سخته، برای احمدی نژادی هاست. شما در همه انتخابات یاد شده دید احمدی نژاد تحریم کرد، دختر هاشمی فائزه روس، روسوفیل تحریم کرد، خوینی ها دیگه، خوینی ها آموزش دیده کاگبه، پدرخوانده بخشی از اصلاح طلبان، بخشی نه همه، تاج زاده هم یه روسوفیله که به میر حسین هم همینجور، ولی کروبی نیست، غرب گراست. خب اینا هم تحریم کردن. خب شما بیرونی ها از سروش دباغ تا دیگران تحریم کردید، خب دید که برای روسیه بودی. شما یک پوزش بایستی بخواید، شما هایی که تحریم کردید بگید ما نمیدانستیم، ما تحریم رو فکر کردیم که یک کنش درست حسابی است، واقعا برای اپوزیسیونه، کار اوکی هست،
ما نمیدونستیم، گفتیم تحریم. ولی پس از اون فهمیدیم فکت و اینها که مثل اینکه برای روسیه است، برای احمدی نژادی هاست، برای موسوی خوینی های روسوفیله، برای دختر هاشمی است روس، برای تاجزاده روسوفیله، برای میرحسین موسوی روسگراست. عجب، خیلی خب ما پوزش میخوام، من سروش رباق پوزش میخوام، من میرای ندانچی پوزش میخوام، من اون یکی فلسفه خوانده پوزش میخوام، من که توی رسانه هستم پوزش میخوام، من نمیدونم فلان کنشگر پوزش میخوام، من آنارشیست پوزش میخوام، من علی افشاری پوزش میخوام، من نمیدونم پور معظم پوزش میخوام، من موتا علی عبدالرضایی ببخشید من نمیدونم پوزش میخوام، من اون یکی منصور حسانی پوزش میخوام، من همه دیگه همه پوزش میخواید. اگر پوزش نخواهید، من با همه هستم، با رساندارها، با تحلیلگران، همه بگید باز هم بر موضع تحریم هستیم. بنده فاز دو سخنرانی بعدی خودم، لایو بعدی خودم خواهم گفت که چه خواهم، با همه نمیدونم. خانم شیدا شیرازی اینجا هست، آقای شوکو آهو اینجا هست، من نمیدونم خانم شیدا شیرازی، من نمیدونم چه موضعی داشت. خانم شیدا با شما هم هستم، عزیز هستید، خاک پای شما هستم در زمینه شهروندی، خانم یا آقا باشه، خاک پاتون هستم، در سوئد هستی. ولی اگر تحریم کردی، چیزی نوشتی، میبایستی موضعتو معلوم کنی، بگی بنویسی، بگی مردم من تحریم کردم، اشتباه کردم. میبایستی رأی باطله یا رأی نمایشی، انجمن مفنا گفت رأی نمایشی یا رأی اعتراضی، ما گفتیم رأی بدی به نوید افکاری، به زهرا کاظمی، زنده یاد دکتر فرخزاد ما. تحریم مال روساست. خانم شیدا شیرازی اینجا هست، شوکو آهو اینجا هست و دیگران، محمد سهیل، آقای آرسو و و و و اوکی؟ شما اگر تحریم کرده بودین که تحریم مال روسوفیل هاست، روسگراها، احمدی نژاد، دختر هاشمی، تاجزاده روس، میرحسین روسه، ما اشتباه کردیم. سازمان مجاهدین باید بگه ما اشتباه کردیم. بایستی اعلام موضع کنید، یه پست بذارید خانم شیدا شیرازی، بنویس منصور حسانلو، علی موتا، نمیدونم علی افشاری، نمیدونم پیر مؤذن، فخرآور، شاهزاده رضا پهلوی، شریعت مداری نمیدونم در آلمان، بنی صدر، چه میدونم اون آقای و همه دیگه، الان من دیگه نامها هر چی هستید، در ترکیه هستید، هر جا هستید، همه، من واژه همه رو دارم میکنم، هر کسی این کار نکرد، ببین در این روز دارم این رو، این اختار رو از به نمایندگی از انجمن مفنا دارم میدم، هر جای جهان هستی بایستی. من سخن با ایرانیان درون، چون اونها مسائل امنیتی دارن نیست، من با ایرانیان بیرون دارم میگم که مشکل امنیتی ندارن، همه میبایستی اعلام موضع کنند، بگن که اشتباه کردیم، تحریم برای روسیه بوده، روسوفیل ها یعنی ایرانستان روسیه، کسانی که ایرانگرا هستند تحریم نمی کنند، میگوین رأی نمایشی، رأی اعتراضی یا رأی که انجمن مفنا بیانیه داد، بخونید ببینید انجمن مفنا چه بیانیه داد، رأی عقلانی واقعی، رأی طبیعی، کمون رأی باطله. برای نکنم پس از اون ما این زمان رو دادیم، به همه هم داریم میگیم در این روز به هر حال بزرگ به یاد دکتر فرخزاد ما داریم این کارو انجام میدیم. من بدرود میگم، خب گفتم به پایان میبرم با این هشداری که دادم، موضع خودشون رو بگن دیگه، من بیشتر از این نمیخوام، سخن بسیار بود، میخواستم به موارد دیگه بپردازم، یکان این یادم آمد، بزرگان دیگری که کشته شدن، شهید شدن، از ما میتونستیم این نکته رو بگم.